نه با کشورهای اطراف خودش مثل ترکیه یا کشورهای بهتر. ببینید شاخصهای دموکراتیک نیاز به زمینه‌هایی داره. این برمیگرده به نظام اقتصادی. مثلا در کشورهای دموکراتیک باید ببینید مبانی منابع اقتصادی دولت از کجاست. بخش وسیعش از مالیاته. در ایران اینجوری نیست. این نفت تأثیر بسیاری در ساختار سیاسی ایران داشته. تجربه فرهنگی ایران اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای دموکراتیک. سطح شهرنشینی، سطح سواد، همه اینا شاخصهایی است که بدون این شاخصها عملاً دموکراسی نمیتواند مستقر بشه و اگرم ایجاد بشه برگشت پذیره. همونجور که ما تجربه در سال 50-58 داشتیم به سرعت میتونه برگشت پذیر بشه تا اون شاخصها شکل نگیره. در چنین مجموعه ای باید ببینید راه حل متناسب با شرایط باید نگاه کنید. شما تاریخ دموکراسی غرب رو بخونید، از اول که اینجوری نبوده که اینا آقای حقیقی اینو همه اینو میدونن که لحظه به لحظه بس خیلی ساده است. بله ببینید هیچ لحظه ایشون آقای حقیقی یا مردم همه خیلی ساده است. شما اجازه بفرمایید همه این جناب بله اجازه بفرمایید بنده دارم صحبت میکنم. آقا این آلترناتیو الان میتونه امید مردم ایران رو برآورده کنه. به همین اندازه جناهایی که بیرون سیستمن و حتی اپوزیسیونن من به شما میتونم نشون بدم که در بعضی موارد خیلی دموکراتیک تر عمل میکنن. این به معنی این نیست که این خوبه یا اون بده. مهم اینه که الان این آلترناتیو وجود نداره. بالعینه انتخابات راهی است که آدما یاد میگیرن تصمیم گیری باعث از درون پارلمان باشه. تو خیابون نباید سیاست تعیین بشه، سیاست باید در نهادهای مدنی انجام میشه. خب بالاخره شما تجربه است، ما باید پشت سر بگذاریم. خب بسیار خب حتما به نیمه دوم فرد یه پرسش خیلی کوتاه کمتر 20 دقیقه، شما در یه همچین انتخاباتی اجازه دارید خودتون نامزد کنید؟ من نامزد میکنم و اگر 10 بارم رد کنم باید دوباره شرکت کنم. نه اجازه دارید؟ اجازه دارید که شما بایستی اجازه دارید که دارید توانایی شما تعیین کنید. اجازه دارید. ما اگر قدرت داشتیم که اجازه بفرمایید ما باید بریم به اتاق خبر. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. بنده وظیفه‌ام اینجا هست که بحث رو نگذارم از مسیرش منحرف بشه و دچار سوء تفاهم. این وظیفه بنده است. بحث ایشون این نبود که چه کسانی آزاد کردن. قبل از آزادی هست تا اونجایی که بنده متوجه شدم اینه که یک ملت رو که همه دارای یک خصوصیات هستند و یک خصوصیات بودن، اینا رو وقتی جدا کردن و زیر یکیش و زیر نظام فاشیستی و کمونیستی گذاشتن، یکیش آزاد. این جواب یا پاسخ توضیح بود درباره حرف شما که گفتین قدم به قدم با همین بگم. ببینید شما آلمانی ها آزاد کرد اجازه بفرمایید اگر با آلمانی ها صحبت میکردید کسی خواب دموکراسی هم نمیدید. آلمان 200 سال قبل بزرگترین متفکر لیبرال کانت رو داشته، یعنی با اون سابقه فکری و اون بک‌گراند علمی اجتماعی و مناسبات اقتصادی اصلا قابل مقایسه شما با ایران نیست. برای که شما بیسمارک دارید در آلمان که کلی اصلاحات از بالا کرده، شما ما تو ایران بیسمارک نداشتیم که. بنابراین خب برای اینکه دموکراسی باشه باید حتما بیسمارک باشه. تجربه ایران، من حرفم اینه، ایران تنها کشور نفتی درش انقلاب شده. تجربه نفتی است که کشوری است که جنبش اصلاحات داشته، جامعه ای است که متلونه مشکلات، یعنی نتونستن حزب واحد، این تعریفی هم که ایشون میگن توتالیتره، حداقل با تعریفای کلاسیک علوم سیاسی رژیم ایران توتالیتر نیست. رژیم ایران شما بفرمایید قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بشکنیم پرداخت بعد از پاسخ آقای دستمالچی بفرمایید. شما ببخشید ما بحث رو برمیگردونیم و با شما ادامه خواهیم داد. ایشون یه توضیح در این مورد حرف شما داشت. ببینید آنچه را که من کوشش کردم تاریخی داشته که ما نداریم اون بک‌گراند رو. ما بیزمارک نداشتیم، ما متفکر در مورد توتالیتر هم اتفاقا آقای دکتر خونسر حرف منو تایید کردن. ببینید مهم نیست که به چه دلیلی سیستم جمهوری اسلامی نمیتونه اعمال توتالیتاریسم بکنه، ممکنه تمایلات توتالیتاریستی وجود داشته باشه، ولی همین مقتضیات شرایط بین‌المللی مسائلی که وجود داره نمیتونه اعمال کنه. در رژیم شوروی و آلمان مسافرت خارج وجود نداشت. الان سال 2 میلیون نفر ایرانی فقط مسافرت خارج میکنن و میان. شما رژیم صدام میشه رژیم توتالیتار. الان بنده اگر در تلویزیون آمریکا مصاحبه میکردم رژیم صدام، فردا صبح تمام خانواده‌ام در ایران کشته میشدن، در عراق کشته میشدن. پس هم قابل مقایسه نیست سطح خشونت. وقتی شما میگید توتالیتاریسم علاوه بر علم سیاست شاخص داره، میزان خشونت، نوع مطبوعاتی که آزاده، اطلاعاتی که میرسونه، اینا همه شاخص داره. این کلی فقط ایدئولوژی نیست که الان همین الان تفسیرهای ایدئولوژیک تو ایران انقدر متفاوته
که هیچ کشور قبول نداره. کجا شما در تاریخ؟ خب آقای ببینید ما الان سراغ تاریخ نمیریم، اجازه بفرمایید. حرف آقای دستمالچی اینه که ما تا قدرت رو نگیریم چیزی تغییر نمیکنه. من حرفم اینه که شما تا جامعه مدنی قدرتمندی نداشته باشید نمیتونید در ساخت. پرسش من درست همینجاست. من پرسش من همینه که این سیر رفتن به جامعه مدنی از نظر شما نسبت به مجلس قبل و این مجلس فعلی آیا پس رفته از نظر انتخابات مجلس؟ اگر در این مجلس این جوابش خیلی روشن، 100,000 نفر ثبت نام کرده بودن، درسته؟ اینا نمیتونستن 90,000 نفر رو رد صلاحیت کنن. یعنی در حقیقت مثل توپ سربالا بود. ببینید شما نیاز دارید به این که در حوزه‌های مختلف مثل ظروف مرتبط است ایران مجلسش تأثیر داره، تنش‌زدایی با آمریکا و اسرائیل در مناسبات ایران تأثیر داره، ساختن نهادهای صنفی تأثیر داره. خب حالا شما مگر الان که زنا فعالیت میکنن بیرون قانون اساسی دارن فعالیت میکنن، کمپین 1,000,000 امضا در چارچوب قانون خب میگیرن و به زندان میبرن. بله اجازه بفرمایید. این در صدام حسین بود میگرفتن اعدام میشدن. شما ببین بحثمون که نمیتونن خب چرا با صدام حسین و چرا آقای حقیقی اجازه بدید شما هی میپرید روی صدام حسین و رژیم سه، چرا شما باید با صدام حسین مقایسه کنید؟ چرا نباید با بغل کشورتون ترکیه مقایسه کنید؟ ببینید شما اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، به هر حال نظامی هایی که اونجا نشه اجازه بدیم بعد دارم صحبت نه آقای دست بالا دارن. آقای من یه پرسش دیگه ای دارم. شما هی میگید بیسمارک نداره ایران، بیسمارک نداره اوکی، ولی در همون سطح خودش حافظو که داره، مولوی رو که داره، مردم عوام عادی، عمو دایی خاله بنده در خیابون تا پیش از حکومت روحانیون میگفتن عیسی به دینش، موسی به دینش، ولی الان کسی مثلا دینی رو انتخاب کنه چرا باید اعدام بشه؟ این رو به پیشرفته دست و پا زدن آیا دست ببینید من شما میگید جامعه مدنی مقایسه کانت و حافظ مقایسه نه 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 من میگم از نظر زمینه انسانی که ما آدم داشتیم توی مملکت حافظ تا 50 سال پیش دست و پا که نمیبرید در تاریخ تحول غرب نگاه کنید جاهایی که تحول از پایین بوده این برگشت به فاشیسمش نبوده مثل انگلستان مثل فرانسه در جاهایی که تحول از بالا بوده مثل آلمان امکان برگشت به فاشیسم درش ایجاد شده همجور که هیتلر با یه سیستم دموکراتیک اومد بالا. ببینید حرف من اینه در انتخابات خوب. دموکراتیک اومد بالا به خاطر اون ساختارهایی که توی سیستم آلمان وجود داشت. من حرف اساسیم اینه که ما بایستی بریم به سمت تغییرات دموکراتیک در درون جامعه ایران. ایرانی ها الان خب دیگه پرسش شما جواب نمیدید. من که در خارج هستم شما پرسش ایران. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ببینید آقای حقیقی پرسش خیلی روشنه. پرسش اینه که آیا ما داریم به طرف این دموکراسی میریم یا نه؟ شما هم میگید باید بریم با صدام. به فعالیت ما داره. ببینید شما اراده نه اون چیزی نمیشه کرد. اگر چیزی نه انسانی که در جامعه اجازه بفرمایید آقای دستمالچی بفرمایید. ببینید من اصلا نگفتم که ما بعد قدرت سیاسی رو بگیریم. به نظر من با این قانون اساسی آقای حقیقی پرسش اینه با این قانون اساسی میشه به دموکراسی مورد نظر شما این قانون اساسی نه خواهش میکنم حاشیه نرید فقط این قانون اساسی مشکلات جدی داره برای مثل دموکراسی مثل اجازه بفرمایید چجوری میشه رسید به اون وضعیت ایشون میگه قانون اساسی رو به رفراندوم در انگلستان در کشورهای اجازه بفرمایید جواب به شما میدم مشکل نشه ببینید ایشون صحبت آقای حقیقی اجازه بفرمایید آقای حقیقی تغییر بدید آقای حقیقی اجازه بفرمایید شخص نمیکنن چجوری ما میتونیم بریم اون بعد رفراندوم آره اونم حالا صحبت آقای حقیقی ببینید اونم اول اصل دموکراسی این حرف دیگه الان رو بشنوید و بعد اجازه بدیم بقیه هم حرف بزنن بفرمایید ببینید مسئله که مطرح میشه بعد یکی یکی بالاخره بحث میکنیم بریم جلو همینطوری نمیشه توی مسئله که هنوز صحبت نشده پایان نرسیدیم یکی دیگه نمیشه اینطوری بحث شیوه بحث درست نیست مسئله خشونت و فاشیسم رو ایشون مطرح میکنن خشونت میتونه اوریان باشه میتونه غیر اوریان باشه آنچرا که اگر زنای ایران ببینید زنای ایران نصف جامعه درسته نصف جامعه ایران از حق اساسی خودش از حق اساسی خودش یک شنبه آینده بتونیم به همین شکل و با همین ترکیب امیدواریم بتونیم ادامه بدیم. آقای دکتر علیرضا حقیقی استاد دانشگاه تورنتو در تورنتو کانادا، آقای دکتر مهرداد خانساری شما هفته آینده هم اینجا هستیم در لندن و سپاسگزاریم آقای پرویز دستمالچی.